ایده ترکیه بود. کتی نامزاد کتی یک دختر ترکی نامزاد شده بود. این چهار نفر در پشت من افتاده. چهار نفر افتاده، مرا چیزام دادن در داخل کارخانه. حافظه ما میت قدر صحیح نیست. ما از پیششان فرار کردیم، همه منطقه با خبر باشین که در پشت من افتاده، این همی چهار نفر هر کار دقم کنم میکنم. همه صد گردن دیدید بچه برای کشتن. این همه چه سر زینا مصروف کردم. بچه خالش در موبایل من نشان داد. سلام آجی سلام علیکم. بسن ساعت من اجازه است. بخیر است. جان شما جور است. جانتان جور بخیر. خیرتی است. خوب است. فرمان ندیری جان. چی گفت پاس کاکا؟ خوب است. بخیر است. خیرتی است. جان شما جور است. طرف هایتان خیرتی است. بخیر است. زنده باش. چی حال داری؟ خوب است. بخیر است. سلامت باش قربانتون. باش ما درباره فهیم جان نازنین به هموطنان ما یک چند دقیقه صحبت داشته باشم. باز انشاءالله داخل میریم. هموطنان عزیز سلام به تمام شما، امید دارم که صحت سلامت باشین. باز هم شما را به یکی از برنامه های دیگر خوش آمدید میگم. این برنامه ما متفاوت از دیگر برنامه است. اگر شما به یاد داشته باشین هموطنان عزیز، با چهره و نام کاکا و با عکس همی برادر ما شما آشنایی خاص دارین. این برادر ما فهیم جان که فعلا هم لا درک است و معلوم نیست که در کجا است، قصه شد در داخل با کاکا جان شروع میکنیم. می که فهیم جان چی کرده بود و بعضی ها میفهمند که فهیم جان چی کرد و چی نکرد و کجا هست، چی میکنه یا ای که نیست، خدای نخواسته رفته از دنیا. ای را میمانیم و زبان خود کاکا جان مشنویم. فهیم جان در مدت 2 سال و 6 ماه میشه. بله، 2 سال 6 ماه میشه که از نزد فامیل خود لادرک است و ایام از خاطر کی و چرا و در کجا ایره نموتو میمانیم. و کاکا جان از بس که ریش سفید شده و در فراق پسر خود ناله و گریان میکنه و عشق میریزه، مرا امروز وادار به این ساخت که من در خانه کاکا بیم و ای چهره پسرشانه که با واقعیت یک شخصیت و این جوانی از این بزرگ شما میبینید، جوانی از این جوان میبینید، واقعیت که اگر سنگ هم باشه آب میشه. و امروز پدر فهیم جان با ریش سفیده که داره کار میکنه، زحمت میکشه و کرای خانه را میده و تمام دوش فامیل بالای کاکا جان است. بله قربانت. میریم داخل و با قصه ها را با کاکا جان در داخل انجام میدیم. بریم کن. میدونم. خب آجی صاحب، میشه درباره فهیم جان بگین به هموطنان ما که فهیم جان کی بود، چی شد و چرا امروز شما از فراق و درد فهیم نازنین امروز ریشتان سفید کردین و در آفتاب سوزان کار میکنین؟ والا فهیم جان پسر ما بود، شو بچه خوب بود. ای پیش از زمین رفتن حالش که گم شده ای در ترکیه بود. کتی نامزاد کتی یک دختر ترکی نامزاد شده بود. ای در افغانستان من خسر از ای روانش کرد که برو یک اسناد بیار که من دختر خدا برای تو عروسی کنم. همینجا آمد تذکره گرفت، رفتنش به بسیار مشکل شد. همینجا در جای خود من فعلا که موچیگری میکنم، همینجا یا موچیگری میکرد، کار میکرد، بسیار به مشکل کار میکرد. یک 4 قران جمع کرد، 10 هزار روپیه تقریبا جمع کرده بود. جمع کرده بود، نامزاد از این زنگ میزد که کی میایی کی نمیایی. روز 80 روپیه 70 روپیه شب میامد همینجا گریان میکرد پیش مادر خود که مادر کار نیست، اینو تو 70 روپیه کار کردم، یک روز 80 روپیه کار کردم، چی کنم خیمه؟ مرا اجازه بده که من برم ترکیه میرم، اما پیسه ندارم، پیسه ندارم، چطور کنم؟ چند بار مادر خودش شلاق شد که پیسه ندارم، امی گپ یاد میکرد. مادرش بسیار مشکل دیگه برازی یاد کرد که بچه روینده استی میری؟ آه میرم مادر، ندارم پیسه، خیلی از چی برم؟ بازم مادرش گفت رفتنی هستی میری که من برات پیسه جور کنم بری.
گفت بچه ام خیمه پیسه ندارم، اینمی یک گوشواره دارم، امیره برای سودا میکنم. قاچاق پیسه قاچاقی تا میتم، اونو 10,000 روپی که تو داری خیره چیز کو خرچ رایت کو. گفت میرم خیلی یک خوشحال شد، دم پشتای پای مادر خود افتاد از خوشحالی که برای ما پیسه قاچاقی مره میدن. ایره گفتیم خیلی تو برو بچیم سر و بز تجور کو، بیا کالای تا اینجا تیار میکنه، هر وقت که میری ما برای جور میکنیم. پیسه قاچاقیش خود گپ زدیم، گوشوارا مادرش تیار بود در میخانه. ای بچه گفت خیلی من میرم مادر، مستم که میری بچه ام اولش خود نرو ملک مسافری است، نه من نرم میخواییم چطور کنم مادر یا پدر ناموسم در اوجه مانده. ما به چی خاطر آمدیم؟ به خاطر این یک اسناد آمدیم که ما اسناد جور کنم. این حال تذکره گرفتیم دیگه، ما باید به هر شکل شوم ما برم. خیست اینم ایجا امام رفت، از امام پس آمد قرآن شریف ماز کرد و خواندن کرد و دعا کرد، مادر خود بغل کرد و بسیار دیگه به خوشی سه دفعه دور میخورد و همین دستای مادر ماز میکرد و پایاش ماز میکرد که مادر تو مرا بسیار کلان خدمت کردی، به من مرا پیسه دادی که مرا دل مرا بسیار خوش ساختی که من برم. خوی بچه خیست رفت. ای که رفت تا اموجا که رسید، برای یک 4-5 روز رسید، ای کتی ما در یک ما تلفون هم نداشت. یک تلفونک داشت، خو امور هم فروخت همیجا، پیسش کمبوتی کرده بود. یک 4,000 روپه فروخت هم پیسه تلفون. او را هم گرفت، خودش تلفون نداشت. خو ای رفت در ایران رسید. 10 روز بعد بود که زنگ زد که این پدر من اینجا رساندیم خودا، خیلیم پیسه قاچاقی مرا حواله کنین. باز مادرش رفت دمی گلبار سنتر حواله کرد، پیسه قاچاقیش رسید، از پیش قاچاقبر خلاص شد. دیگه این تپ و تلاش کار میکرد در ایران که من باید از یک چند ماه اینجا کار کنم، کار پیدا کنم. کدام جای یک 10 روز کار کرد، در 10 روزی کار ازی صحیح کار نبود، نجاری بود، چی بود مچم از اینجا بر آمد. بسیار یک رقم دیگه بچه مثل که پیش انداختگی واره بود، صحیح گپ هم نمیزد. خود چرا یا مستقیم چی نرفتن؟ ترکیه نرفتن؟ پیسه نداشت، پیسه نداشت. نه گفت من برم یک چند ماه در ایران کار کنم که یک چار قران جور کنم در ایران، بعد از اون میرم ترکیه. ای که رفت یه نوستاستا ما پوره شد، در یک ماه کتی ما یه همگه بود. با سینمی وقت آخر از ای پیش از ای که اوگار شوه، اما اکس های اوگاریش هست. از چی اوگار شدن؟ از چی خاطر؟ این گردن یایش که اوگار شدن، گردنش بریدن. اکس ها هست سک فیلن؟ آه نم اکس ها رو خوب بگم که ایره کی اوگار کده بودن آجی صاحب؟ ایره دیگه نمیفهمیم که کی اوگار کده. همین خواه خودش هم گفت که اینه 4 نفر پشت ما گرفتن دم پیام خود، 4 نفر پشت پیش از اینکه اوگار شوه ای گپ زده بود که 4 نفر پشت ما گرفتن مرا میخواین به قتل برسونه یا مرا بندی کنن. نامای اون نفرا رو گرفته بود، باز گفته بود اگر مرا چیزی شد صدای مرا دیگه نشنیدین، مقصر قتل ما اینمی 4 نفر است. بعد از یک دو روز دیگه گپ نزد، بعد دو روز بعد که گپ زد که گردن بریده از اینجا تا اینجا را اینمی گردنش، اینمی گردنش است، گردن بریده، دستایش از اینجا بریده و از اینجا بریده. فهیم جان پسرتان در این حالت دیدین؟ دلم بیخی در ترقیدن رسید، به خدا مو جنج زوف کردی بنده و دلم باور کنی یاده همه صورت گردن رسیده دیدی برای بچه برای کشتن این همه جا سر زینا هم از صوف کردم. بچه خالج در موبایل من رو نشان داد که ماما این فهیم این رقم شده که دیدم موبایل زیره بخی همه چپه شده مونه موجه افتاد اینه دیگه ایران ماندم. چند سال شده که صدای فهیم نشنیدی؟ 2 سال 5 ماه شد. یک ماهش که ما گپ میزد، این 2 سال 6 ماه شد.
یک ماه کتیبا بیخی لادرک هست بیخی لادرک هست هیچ نه یک اوالی نه یک پیام دیگر هیچ یک از امون روز فتر دیگر بیخی صدایش نشنیدیم مادر شکر داره شو تا صبح بینمه تو گزمه میگردد امیروی خانه خواه نداره غیر بچه خود یاد میکنه که بچه ام چی شد فهین چی شد سر به خود گپ میزنه یا یک بار شوه که صدای فهیم جان رو بشنوی و روز چی احساس میداشته باشه؟ کاش که صدایش رو بشنوی خب پشتمی صدایش گورستیم پشتمی صدایش گورستیم که یک اول ازی بیایه که همی پدر من اینی جا هستم زنده هستم سر من ایت میشه اینی رو بلد بود اما از اون روزی که رفته بیخی همه تو دقا آوردیم والله از خنده از دان ما خوشی از بیخی وجود ما گم است روز خوشمون ندیدیم از روزی که رفتم ایج احوال از فهیم نیست کس اگر در ایران دیده باشه شو ما یک برنامه قبلا در چینل دیگه داشتیم ما میخواییم که این برنامه را دوباره تازه بسازیم کسایی که فهیم جان در ای اواخر دیدن در یک ماه دو ماهی که گذشت ما میخواییم که این برنامه تازه شوه و کسایی که دیدنشه در چینل یوتیوب وطندار پلاس مسج کنن و بگوین که فهیم جان کجاست چی میکنه و چی نمیکنه اختصار چطور است فهیم هم نیست نه فهیم نیست و پسر دیگه تان رحیم جان هم او هم کارو بارش و رحیم خب و هم دیگه کار اینه تو دیگه حال از نایه نمیمانه هم امروز یک حال بوده چارایی به خدا قسم خود چی کار میکنه خود من این دمی جایم بچه هم شیشته موچیگری منی نه دستایی مثل چی کنیم؟ دو دستکایت هم تکه تکه شده باشه بسته این یه سچه کنیم چی کنیم؟ هیچ اوال از فهیم نیست هیچ اوال نیست هیچ اوال نیست گفتم همه قدر فقط پشت همی اوالش دق شدیم که همی یک آدم دیده باشه یا خبر باشه که این همی آدم در می جهاز یا بندیست با ما یک اوال بتم و دلم و کوره پر میشه و جمع میشه آجی صاحب گاهی اگر فهیم جان شما قهر کرده باشین و حال پشیمان شده باشین و هر شب گریان کنین این گپا در فکرتان در ذهنتان والا کارایی که کرده در یاد میایه در یاد میایه ما والا بسیار از یک گپ خود پشیمان هستم که می یکان تا میگه که می دوای پدر و مادر برای اولاد کیمیاست واقعیت کیمیاست اگر پدر و مادر یک آدم نبخشه خدا نمیبخشیش باور که ما فهیم یک بدوا کردیم که مرا یک ذره آزار داد گفتم او بچه برو خدا یا دیگه تو را از پیشم گم کنه که نه مرده تا ببینم نه زنده تا امی گپ ما این امیال دیادم میاد که تو چی گفتی که امروز به امی حالت رسیده مرغای آسمان آمین گفته باشه اینه من این از امی گپ خود پیشم آنستم گاهی شب روز در خوابت اگه سرات کنی در خوابت به در خوابم والا فریدین جان بیادر هیچ نامده هیچ نامده در می خواب مرد چقدر کوشش کردم که ایره در خواب ببینم در خوابم نام در خواب مادر جان رحیم جان هیچ نامده یا نه یا نه مادرش یک دو دفعه میگه خواب دیدمش بس خلاص ما هیچ نه یا مکسایش هست که اوجه بسیار تکه تکه شده گریانش هم اید ندیده بودم در عمر اینه ای به ایالت اوقاتش تلق کردم این چهار نفر که تا یه اندازه گریان میکنه همیشه خانه رو جو پاک کردم من نمیدم هر وقت میگیدم با نشیدی که در جفتی اگران نمسه که من مایی در کاروی لکنم چیتون رو نمیشه این ظالما به این رنگ رساندن و ظالما ظالما خداوند ظالما رو در غضب گرفته ظالم انسان های ظالم که هست این جوانی رو بید. نه خدا رو میشناسه نه پیغمبر فقط نیمی روی پیسر رو میشناسه و میبینه بس خدا خداوند رحم کنه که در بیبیاجی هم صحبت میداشته باشیم انشاءالله و کسایی که به هموطنان ما میخواین که به پدر فهیم جان کمک کنند در دریچه وطندار پلاس میتونین که بر ما زنگ بزنین و
و به شماره واتساپ ما و یا ای که مستقیم اگر هر کمک دارین شما میتونین که به پدر فهیم جان آزادانه کمکتان، امانتتان، هدیهتان را رای کنین. ما انشالله و توکل از خدا و یاری پروردگار برتان میرسانیم و انشالله همیشه ما امرای شما هستیم زنده باش. و هیچ وقت این یادگیره که هموطنان ما، مادر و یا خواهر ما رای میکنند هیچ وقت خیانت نمیکنیم. بازم سلام برسه، شما خدا کنه خوب صدمن سرال باشین. از همکار ما تشکر میکنم بقیه برنامه را به ما واگذار کردن و ما کنار یکی از مادرهای نشستیم که اینا چند سال اخیر زیاد درد دیدن. واقعا وقتی که یک نفر اگر وفات کنه ما چهرهش ببینیم شاید خدا ان صبر نصیب کنه، اما گم شدن که یکی با یکی گم شه بسیار زیاد مشکل است. سلام مادر جان، وقتت بخیر. سلام به شما. شکر دختر گلم، شما خوب هستین، کارایتان کلاگی خوب هستن. قربانتان، زنده باشین. ما معلومات بیشتر از پدر جان گرفتیم، همکار ما گفتن که فهیم جان بودن. فهیم جان دقیقاً چند سال نیست و لادرک است؟ دو سال و پنج ماه شد دخترم. دو سال و پنج ماه شد. فهیم دو دفعه ترکیه رفت به بسیار مشکلات ها و بسیار مجبوری و روز بعد دیگه قاچاق بیچاره. از اونجا پسیم تا دیپورت تا مدفعی سیم باز کرد در دست دوز افتاد. بسیار اونجا بچیم زجر دید، روزای بعد تیر کرد. بالاخره که از پیش از اون فرار کرد تا آمد دفعه چهارم بازم اینجا که آمد یک چند وقت بود گفت که من نمیتونم که اینجا زندگی کنم، شما به من زن و خانه چیز داده نمیتونین. نامزاتم در اونجا است، دختر ترک نامزاتش بود. من میرم اونجا خارسی یک گذاف چیز نیست و اقتصادی است اونجا خارسی کنم. این بچه قند من دو سال پین ماه شد که بچه رفت، تقریبا دیگه یک ماه تیر کرده بود که درست پیش از اینکه نمی آلت سرش بیایه با ما صدا مانده بود. در ارتباط بودین باش؟ آدم یک ماه آقا میزنیم، اما بیکار بود در ایران دیگه، گایی در گوتل و گایی یک جای مقصد شب روز خطیر میکرد. سالگرد ایرانی ها بود، گفت کار نیست، من پس میهم. گفتم نی بچه نگال بقا مشکل دفتی باشم اونجا، خدا میربان است. فهیم جان میخواستن از ایران برن به طرف ترکیه؟ بله بله، گفت یک چند موردم ایران کار میکنم که پیسی هم تور گرفتن پیدا شده، باز میرم همونجا که هم دخترک دیگه زندگی میکنم. این امیر که یک ماه تیر شد، یک ماه بعد روز پیش که یه حالت سرش بیه بر ما صدا مون که مادر جان این چهار نفر در پشت ما افتاده. چهار نفر افتاده، مرا چیزام دادن در داخل کارخانه. حافظه ما هیچ قدر صحیح نیست، ما از پیششان فرار کردیم. اما منتها با خبر باشین که در پشت ما افتاده، این همی چهار نفر هر کار دقم کنه میکنه، اگر بندی کنه، اگر دادام پیدام برابرم کنه بکشن امکان داره. دو روز بعدش بود که شام مهمت خورزادین زنگ زد، گفت که نفعی بسیار حالتش خراب است، در این سرک افتاده. گفتم نشانش بده که نشان داد که تمامش تکه تکه و پرچه پرچه. دیگه به حافظه شما قدر صحیح نه. دیگه به بچه را گفتم چطور کنیم حالا ایرش که گفت از دو بجه که اینم اینجا افتاده، اینه ده بجه شو میشالی خانم نمیره. تم بچه ما را قمیش از که ایلاش نتی ببرش خانید، خانید ببر. خوب بیچاره به جای صحیح هم مناسب نداشت، مقصد بردشه ایش شوکتش که شیشته دم صبح که شده رفته که برش یک چای چیز جور کنه. حافظه صحیح نبوده، دستای خدام بریده بوده، دست خدا بریده بود، دو جای دست خدا بریده بود، دنیا دنیا را خون گرفته. عکس های فهیم جان هستند که ما بیشتر نشان دادیم، فردین جان بر شما نشان دادن و این یک عکسش بوده که افغانستان بود. و ای آیا این عکس ها رو خودش روان میکرد یا کس دیگه بود؟ نه، کس دیگر هم عکس هایش گرفته. دولتی که کت مگم میزد از این صورت تلفون بسیاریش خود ما چاپ کردیم گرفتیم. خودتان میگیرید که این سکرین شارت گرفتن. باز دیگه ایره بردن پیش گفته تو دم جایی که شو تو را آوردیم برو باشم اونجا که مادر دکتر ببریم تا بعد از او بازی گم شده. بعد از اشت که پشت از این میرن گم شده، گم شده ایره از اشت بجی صبح پالیدن تا دو بجی روز. دو بجی روز پس میند که دمی سای منطقه گردنش بریدگی مادر میگه و چی میذاره بچی.
ببینده آقا بایست مامان مسلمان خدا جان نشان نداره که میمره میبین آدم دل صبر میشه بسیار سخت از دخترش یک ایرانی برام صدا من گفت مادر میگفت گردنش بوده میدوید مادر میگفت بعد از او دیگه کلاگی دور گرفته خدا ایس کسی تحویل نگرفته باز امبولانس آمده پلیس آمده ایره شفاخانه بردن زخمایش که پاسمان کرد پس یک ساعت بعد در یه سرک بوده ایچ کس تحویل نگرفت مادر جان فهم جان دشمندار بود نه بچم نه من تا پیسی خدا دوا کرده بود کتما همین دو بار مرا روان کردین روان کردین پیسی مزیاد گرفتین مرا در جایداد نرساندین مر وقت باشی پیسه را ازتان میگیرم آه این همین مسئله بود خب دشمنی چیز شما گفتین نامزاد بود حالا از نامزاد شهوال داری نامزادش کجاست؟ هستم ترکیه هست دیگه دختر ترک بود دختر ترک بود بیشتر تمام غم ها شبانه یاد آدم یاد دخترم بیشتر شما بر من عرض کردین گفتین که خود فهیم جان گفته بودن هر وقتی که میخواستین مرا به یاد بیارین ستاره ها بیارین ستاره ها بیارین شما دخترم میخیزم سیل میکنم طرف آسمان بیادر خدا گفته بود من بروم این دفعه پس نمیایم تو بی بیادر میشه این دفعه پس نمیایم باز که یادت آمدم ستاره ها را سیل کنم خب این شخص کی است میشه درباره این شخص بر ما بشه این بچه خالم است این بچه خالم با صدایی که بچه مانده بود که همین نفر هم یعنی که تزیده این قضیه دست داره یعنی همین نفر ها. بیشتر سر بر شما گفته بود که همین نفر مرا تهدید کرده شما متوجه باشید همه آخرین گپ هم که زد گفت اگر ما بعد از این صدا دیگه صدای مرا نمیشنوید باعث مرگ من این همین مردم هست مادر جان خودت حالا امید داری که فهیم جان دوباره بر بگرده؟ الله او روز که فهیم دیر دیگه فکر میکنم که نو به دنیا آمد خب بعضا امید می داشته باشیم به خداوند یکتا شاید امتحانای خداوند باشه که این مشکلات شما میبینین و هموطنای ما بعضی هایشان که مشکلات داره اما ما باید در هر قسمت زندگی استوار باشیم هیچ وقت امید خدا از خداوند از دست ندیم انشاءالله با امید روزی که فهیم جان دوباره بر بگرده در آغوش پدر جان در آغوش مادر جان و روز بیایه شاید امکاناتش نباشه که اونا موبایل بگیرن یا با شما در ارتباط باشن شاید جای باشه و ما امید ما به خداوند است و میخواهیم که عکس های فهیم جان نشان بدم اگر هموطنای ما در هر قسمت یا هر سر دنیا هستند که این شخص دیدن حتما بر ما احوال بتن تا ما همچنان با مادر جانشان احوال بتیم پل ارتباطی ما میان شما شماری واتساپ ما میباشه خب مادر جان بجز از گم شدن فهیم جان مشکلات های دیگه بسیار زیاد است یک پدر ری سفید شست موچگری میکنه بچه این 4000 کرای خانه میتیم خودم شکر دارم دستای بینی حالت هستین بینی حالت تکت تکست توانم دوای خودم ندارم یک بچه یک دیگه امام هست و بیچاره او هم روزگارش خراب است خودش در خانه است خانمش بیچاره کار میکنه کارش اینجا نمیشد به 100 روپا و 50 روپا بسیار مشکل بود بازال بیچاره هم خانمش در خانه کار میکنه دیگه او هم اقتصادش خوب نیست که او به ما کمک کنه دیگه بسیار بچه مشکلات های ما زیاد است 4000 کرای نه مادر جان دای نمی خانه تکه تکه و پرچه پرچه اینا نایلوجی مجبوری سیستم 4000 کرای خانه میتیم اینا بلا او میه بلا برق میه اینا با میری صفحه چورم با بسیار مشکل دیگه پیدا میکنه با خودم دین عرض برش گفتم که روغن نیست آرد نیست از اسی که اوقاتش تلخ شد چیخ زد سرم میگه من زودتر کرای خانه را به تا مارد بیارم مرگ خواهی گفتم ما هم سیسر هستیم چی چرا دارم من خودم مریض هستم دوستایم تکت کس کار کنه نمیتونم دخترهای جوان اخ نمیشه که من روان کنم برین نان پیدا کنم صبر خدا میکنیم خیر است که ما اصولگی نکن خدای پاک میره بان است این همی دوتا اگه بچه بود بچه یعنی یکی یکی شور اقم اونو یکی یکی شما در چار قلا میشینه در خانه خسر خود دیگه مجبور. مجبور چون بی جایی سفانه ندارن اتاق ندارن خب بسیار زیاد تشکر مادر جان از اینکه بر ما وقت دادین امروز آمدین از فهیم جان
معلومات گرفتیم و همیشه امیدتان از خداوند از دست ندین. خدا مهربان است. انشالله با امید روزی که فهیم جان بر بگرده و یک بار بیا سلام کنم. خدا زبانتان نیک کنه دختر قنم. خدا مهربان است. دختر قنم. تشکر از شما. تشکر از شما هم از برنامه ایتانم دختر خب گرام. دوستای عزیز ما امروز آمدیم خانه فهیم جان. فهیم جان که امروز متاسفانه لادرک هستن. خب این مشکلات ها زیاد از افغانستان بالخصوص زیاد است، بالخصوص جوانای ما که مشکلات دارن مجبور می باشن برن به کشورهای خارجی متاسفانه به خاطر یک لقمه نان. خوبی بود برنامه ما که ما آمدیم بر شما برنامه گرفتیم. نگفتن اما مشکلات های مادر جان به نهایت زیاد است. پل ارتباطی ما میان شما و شماره واتساپ ما می باشن و هر آن کسی که اگر فهیم جان دیدن حتما با ما تماس شون تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم. شما رو به خدا یکتا می سپاریم. الله نگهدار شما.